ای خدا جان را عطا کن آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. جایی هست که سخن کارایی نداره، آن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. چطور من میتونم حرف بزنم؟ چطور میتونم شکر خدا رو بکنم که از دست و زبانی که براید که از افته شکرش به در آید؟ چطور میتونم شکر بکنم که ما رو از خاک برگرفتن، جسم دادن، جان دادن، عقل و هوش و زبان دادن و گنج عشق رو به ما هدیه کردن؟ به همه ما گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی، ما رو به گنج عشق ثروتمند کردن. همه ما قارونیم، همه ما پادشاه اقلیمی هستیم که ملک قیصر در برابرش حقیره. چطور میتونم از خدا یا از بندگان خدا، از این همه خوبی ها که در عالم میبینم، از این همه محبت ها که تمام اینها رو به عنوان الطاف الهی و فیض و لطف خاص و لطف خاص حضرت احدیت، بدون اینکه قابلیتی در خودم ببینم، شرمندم از مقابله در مقابل الطاف الهی؟ چطور میتونم از هنرمندانی تشکر بکنم که جانشون رو به ما هدیه کردن؟ سعدی گفت که دیگران در هوای صحبت دوست سرفشان زرفشانند و ما سرفشانیم. اینها سرفشاندن در پای ما، دلشون رو، وجودشون رو هدیه میکنند به ما. چطور از اون دو جوان صاحب دل، آقای خاطبازان و آقای مطهری، سپاس بگم از اینها که واقعا عاشقن. کسی اگر عاشق نباشه این همه بار بر دوش خودش نمیذاره و اگر مست نباشه نمیتونه این همه بار رو ببره. هم ذوق دارن، هم معرفت دارن، هم علم دارن، هم درس خونده هستن، وجودشون رو وقف کردن. چه بهتر از این که آدم بره یه جایی، آب و ملک اگه نداره آدم که بخواد وقف بکنه، خودش که میتونه وقف بکنه؟ بگه من در معبد عالم وقف کردم که من برای این کار دائما کمر بسته باشم، زنار بند معبد زیبایی باشم من. از این جهت امشب باید سکوت بکنم و جای سخنم نیست، چون امشب قرار نبود که من صحبتی بکنم. فقط چون باید سکوت بکنم، یه شعری گفتم که یه چند بیتی از اون شعر رو به نام سکوت، چون عنوانش هم سکوت هست، برای دوستان من میخونم که اون حرف ها که نزدن، اونا که زدن که معلومه، اونا که نزدن کدومه؟ چون اونا که میشه گفت، من اگر بتونم به شما بگم که چقدر خوشحالم، خوشحال نیستم. اگر نمیتونم بگم، چطور میتونه انسان بیان بکنه که ما رو از نهانخانه غیب، چون ما همه بودیم اونجا، هم با هم دوست بودیم، بی خود اینجا با هم دوست نشدیم که. اینجا میل و پیوند به هم پیدا نمیکردیم اگر که اونجا با هم دوست نبودیم. ما رو از نهانخانه اشرت آوردن در پرده این عالم و رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو. یه شاعر انگلیسی آمریکایی در حقیقت به نام ادگار لی ماستر هست که اوایل قرن بیستم یکی از پرفروش‌ترین اشعار زبان انگلیسی رو که بست سلر، معمولا شعر بست سلر نمیشه، یعنی بالای 1,000,000 فروش نمیره کتاب شعر، و این کتابش بستلر شده. حالا خیلی خوش‌ذوقی بوده، از جمله یه مجموعه سنگ مزار نوشته با طنز و کنایه که اگر این کسانی که مردن و بر مزارشون نوشتن که بله خلداشیان نمیدونم چنین چنان، ایشون مقاماتش چنین بوده، عرض شود که در کجا زیست میکرده، کی آمده، کی رفته، فرزند کی هست، اگر اینها خودشون قرار بود میامدن و سنگ مزارشون رو مینوشتن، چی مینوشتن؟ خودشون گفتن آقا شما هاتون نمیرسه که ما کی بودیم چی بودیم اینا، ما خودمون میخوایم بنویسیم. اون وقت یه عده‌ای رو هم از شخصیت‌های تاریخی
هم از شخصیت های به اصطلاح ادبیات، شخصیت های خیالی ادبیات مثل بابا گوریو مثلا، اینا رو انتخاب کرده و گفته که اینها رو سنگ قبرش نوشتن. حالا من یک شبهتون میگم که بابا گوریو رو همه دلشون به حال بابا گوریو میسوزه و میگن که این دوتا دختری که داشته چقدر به این ها محبت کرده و اینها چقدر بیوفایی کردن، چقدر بیلطفی کردن، قدر پدر رو ندونستن. ولی بابا گوریو آمده اونجا نوشته که تقصیر با من بوده، اون دوتا دختر تقصیر نداشتن، من بودم که نتونستم اون گوهر عشق رو به اونها بدم، من بودم که نتونستم بهشون بفهمونم که این محبت هیچ پاداشی نداره، من از اونها منتظر پاداش بودم، به این جهت شکست خوردم. محبت مثل خورشیدی است که میتابه و اصلا نمیپرسه که به کی داره میتابه. این درخت ها نمیپرسن که چه کسی از میوه ما میخواد استفاده بکنه، میافشانن میوهشون رو. بنابراین یه شعری هم داره به نام سکوت که گفته که آدم ها حرفایی که میزنن که معلومه، این زبان به چه درد میخوره اصلا، چی میشه گفت باهاش؟ به محض اینکه آدم یه خورده احساساتش ضعیف میشه زبونش بند میاد. اگه شاعر باشه یه خورده بیشتر حرف میزنه، باز یه جای دیگه بالاتر بند میاد. ما لطیفترین زوایای ذهنمون و احساساتمون مخفی میمونه، هیچ وقت نمیتونیم بگیم. گاهی با نگاه، گاهی دو نفر یه وقت به هم نگاه میکنن. یادم هست منزلی که از استادان بودیم، مرحوم استاد شاعر معروف سبک هندی، حالا اسمش از خاطرم نمیاد، میگم خدمتون، 90 سالش بود ایشون، یه دوست 95 ساله هم داشت. اینا هم دیگر رو دیدن، آمد سلام کرد، یه نگاه به هم کردن. چطور میتونستن خود 70 سال نا با هم دوست بودن، خاطرات 70 سالشون رو در اون نگاه به هم گفتن و هیچ حرف نزدن. میگه که من وقتی که میبینم که به محض این که احساساتم ظریف میشه و لطیف میشه و یه نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم دیگه نمیتونم بگم، میفهمم که این زبان اصلا هیچ کار است. به قول دانته گفته بود که اگر بگم زبان لنگه و گنگه و اینا، تازه کمپلیمان گفتم، اصلا گنگ هم نیست، هیچ کار است. یه مثال میزنه که مثلا چطور سکوت چقدر معنی داره. میگه معنی سکوت ها رو باید فهمید، اون حرفا که نزدن کدوم بوده. مثالی میزنه که کودک خردسالی از سرباز سال خوردهی میپرسد چه شد که پای خود را از دست دادی؟ سربازی 20 سال پیش تو جنگ پاش از دست داده، حالا این بچه حالا تصادفاً رسیده، ندیده بوده که کسی پا نداشته باشه، پرسیده که شما چطور شد که پاتون از دست دادیم؟ سرباز پیر را سکوت فرا میگیره و خاطرش پریشان میشود، زیرا نمیتواند ذهن خود را بر واقعه نبرد گتیزبرگ که اونجا پاش از دست داده بوده متمرکز کنه، لذا با شوخ طبعی به خود میآید و میگوید خرس آن را خورده است. برای بچه چیزی میگه، خیلی حرفا که ما به هم میزنیم از قبیل خرس خورده است. میگن آقا چطوری که نفسی میاد نفسی میره، یعنی خرس خورده. حالا جواب اینو میده، اونم میره دنبال کارش. کودک در شگفت میشود و سرباز بار دیگر به خاطر میآورد قرش توپها و زجه مجروحین و خیشتن را که بر زمین افتاده است و بیمارستان و جراحان و چاقهای تیزشان. و اون روز که گفتن میخوایم عمل کنیم، میخوایم ببریم، گفتن که التماس کرده، گریه ها کرده، اگر میشه کمیسیون کنید مثلا یه جوری پیوند بدید، گفتن نمیشه. بالاخره یه روزی که بلند شده اینا رو همه به خاطر میاره، اما از اینا نمیتونه به اون بچه حرفی بزنه. کدومشو بگه؟ میگه خرس خورده، خودش رو راحت میکنه. بعد میگه که بدین سان سکوتی هست در خیلی چیزها، سکوت مرد بیمار محتضری که نگاهش در اطراف اتاق میگرده و دست شما رو ناگهان فشار میده، هیچی نمیگه. سکوت پدر پیری که از ژرفای دریای زندگی بیرون اومده با هزاران خاطره، حالا در مقابل اون نوجوانی که آمده و با او بحث و جدل میکنه، حتی به قیمت
سوء تفاهم سکوت میکنه، حرفی نمیزنه. سکوت ناپلئون بعد از واترلو چقدر معنی داره که داره راه میره همطور با خودش فکر میکنه. سکوت ژان دارک وقتی که در شعله های آتش فقط دو کلمه میگه و تو اون دو تا کلمه تمام حرفای خودش رو میذاره، که در واقع سکوتش در دو کلمه خلاصه میشه. میگه عیسی مقدس، تمام رنج هاش در کلمه عیسی و تمام امیدهاش در کلمه مقدس پنهانش. و بعد دیگه آدم ها چه ساده لوحن که از مردگان میپرسن که شما چی شد، بر شما چه گذشت. گاهی ما در خواب میپرسیم که خب شما مردین چی شد، مگه میشه گفت؟ ما این تجربیات خیلی سادهمون رو نمیتونیم بیان بکنیم. یک کسی یک تجربه عظیم مثل انتقال از این عالم به عالم دیگه، این چطور میتونه بگه به شما که چه واقعی رخ داد و چی شد که ما اومدیم این طرف؟ نمیتونه بیان بکنه، سکوت میکنن اغلب. حالا من یه چند بیتی از یه قصیده گفتم که در اون قصیده دعوی شده، دعوی های شاعرانه از شعرها و گفتش بیاد من نهم یقولون ما لا یفعلون، حتی میزنن که عملم نمی کنن. یک کسی میگه خوبه شعرها عمل نمی کنن، اگه عمل میکردن چی میشد؟ خوبه که حتی که میزنن، بازم خوبه که عمل نمی کنن. چون حرفا که میزنن بخواهن عمل بکنن خیلی قصد در صدا میشه. همشون ادعا دارن که اولا مثل داوود میخوان 99 تا زن دارن یکی دیگه هم بگیرن. همه شعرها اهل عشق و مکتب داوود هستن، اون هم که یه دونه دارن میخوان 99 تا دیگه بگیرن. من باید بگم که خوشبخترین زن دنیا، خوشبخترین مرد دنیا آدم بود، برای اینکه همسرش حوا بود. حوا در حقیقت تجلی جمال الهی بود، حوا هدیه‌ای بود که خداوند به آدم داد. حوا وقتی که خودش داستان خودش نقل میکنه که من وقتی چشمم رو باز کردم، در میلتون بخونید، در بهشت گمشده میلتون، که وقتی چشمش رو باز میکنه میگه که نگاه کردم یه وقت دیدم که روی گلی نشستن تو بهشت. ما هم همون همینطور است، ما نمیدونیم کی پیدا شدیم اصلا، ما از کجا اومدیم. حالا درسته یه خاطراتی نقل میکنه از بچگی اینا، ولی ما در واقع ناگهان خودمون رو در وسط معرکه عالم میبینیم، میبینیم که بله اینجا نشستیم، الان کجا بودیم قبلا، چطوری شده، اینا رو نمیدونیم. گفتش که یه نگاه کردم دیدم آسمان بالای سرمه و بعد دیدم که از یه غاری آب میاد و صدای آب منو مسحور خودش کرد و بعد دیدم این آب همینطور سرازیر شد و آمد تمام فضای اون برکه رو، یه برکه بود که بی آب بود، اینجا رو پر کرد. البته اون نمیدونست هنوز آب چیه، برکه چیه، عکس چیه، ولی دید که گفتید که دیدم این آب همینطور اومد همه جا رو گرفت، چیز روشنی. بعد دیدم ای یه دونه آسمان که بالای سرم بود فیروزه‌ای، یه دونه پایینه، یعنی توی آبه و نمیدونست که این عکس اون آسمان بالاست، فکر یه آسمان دیگه هم زیره. بعد گفتش که آمدم لب چشمه، لب این آب، از بس که مسحور شدم ببینم این چیه، این چی اصلا. بعد دیدم که یک دختر بسیار زیبایی که محو جمالش شدن. اگر ما خودمونو ببینیم، اگر خودمونو ببینیم محو جمال خودمون میشه. اگر که اون چیزی که خداوند در ما به ودیعه گذاشته اون رو ببینیم، یوسف همه ما هست. تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. گفتش که من دیدم که یک دختری مثل قرص ما توی آبه. خندیدم بهش، دیدم میخنده، خیلی خوشحال شدم که با من دوستم هست. و بعد میگه که اگر همون لحظه یه صدایی به من نگفته بود که این خودتی، من مثل نارسیسوس به بلای نارسیسوس مبتلا میشدم، عاشق خودم شدم و اینقدر در فراق خودم عشق میرفتم تا میمردم. حوا نقطه اوج آفرینشه. آدم همه درس ها رو خوند، ولی اون درس نهایی که با مرا معلم عشق تو دلبری آموخت، اون درس غمزه
که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اون درس از حوا باید یاد میگرفت. اون درس به آدم نزده بودن، علم الادم الاسماء کلها، اسماء رو بهش داده بودن، ولی این درس رو گذاشتن که حوا بهش بده. و به قول نظامی گفتش که اگر شهز جمشید بالاتر است، اون کنیزک که در مقابل اسکندر با اون همه عظمت و قدرت نشسته، میگه که من بالاتر از تو هم. گفت چرا؟ گفت من که تو عالم رو گرفتی دیگه، اگه نیست؟ گفت من تو رو گرفتم، من تو رو مسئول خودم کردم، تو رو اسیر خودم کردم، در بند زلف من گرفتاری تو. اگر شهز جمشید بالاتر است، رخ من ز خورشید بالاتر است. شهر شد فریدون زرین کفش، به فتحش منم کابیانی درفش. سکندر به حیوان خطا می رود، من اینجا سکندر کجا می رود؟ اگه می خواهی آب زل، آب حیات منم، آب حیات حواست، اونی که جان معرفت و جان عشق رو به ما می بخشه حواست. اون پرواز آخری که از بالای سدرت المنتها انسان باید تو پیش خدا بکنه، تا سدرت المنتها آدم کافیه، تا سدرت المنتها برای این که همه معارف و اسرار اینها هست، ولی اون درس آخری رو، اون جهش نهایی رو فقط با بیپروایی که وا فریادا ز عشق، وا فریادا کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچی بادا بادا، اونی که میتونه بگه هرچی بادا باد حواست. برابر این خوشبخترین مرد دنیا آدم بود که همسرش حوا بود. اما چند بیت فقط از این قصیده براتون میخونم که دعوی شده اینجا که این چیزها که مردم نگفتن من میدونم، اگرچه که نمیدونم. من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، اون اختران هم خیلی سکوت کردن، ولی سکوتشون انقدر پرغوغا و پرهیاهوه که آدم میتونه بیان بکنه چی دارن میگن. سماع اصلا، سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست، من سکوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست، من سکوتی را که تنها با نوای ساز و چنگ در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست، هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست، داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال، ماجرای شمس را با اختران دانم که چیست، اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار، وان چرا کردن در خاطر نهان دانم که چیست، گفتش که نه الان ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون، هیچ داری گفتن هیچ داری نگفتن، آنچه حق آموخت آدم راز اسماء جمال، وان چه آدم خواند بر افرشتگان دانم که چیست، سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست، آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل، وانچه گلشن را کند آتش بشان دانم که چیست، یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم چه گفت، رمز آن زندان بینام و نشان دانم که چیست، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، چون معروفه که یه وقتی حضرت آدم یه عطسه کرد، اینو روح القدس جبرئیل اونجا حاضر بود افسر رو قاپید و گذاشت توی انبان خودش، وقتی که آمد بر مریم اون افسر رو بر مریم دمید، نفس آدم بود و نفس آدم همون نفس الهی بود، افسر آدم که روح القدس بر مریم دمید، وانچه بردورا بر اوج آسمان دانم که چیست، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، نه معماس به حیوان بشه، الان میخوای کمال پیدا کنی حیوان شو، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال،
می نگویم هیچ و حشر مردمان دانم که چیست. حیوان اشاره به یه مقامی است از مقامات انسان که بهش میگن مقام حیوان الکامل. یکی از مراتب انسان الکامل حیوان الکامله. چه موقع بهش میگن حیوان الکامل؟ موقعی که میبینه حشر باطنی انسانها رو میبینه که اینها در آینده به چه صورتهایی در میان، اصلا هویتشون پیش او فاشه ولی هیچ حرف نمیزنه. محی الدین میگه من به این مقام رسیدم و از این مقام گذشتم. گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچ و حشر مردمان دانن که چیست. گفت رومی من ز بسیاری گفتارم خموش. مولانا گفت من بس که حرف دارم نمیتونم حرف بزنم. گفت رومی من ز بسیاری گفتارم خموش، گفته و ناگفته ای دانای جان دانم که چیست. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه حاتف ز عشق آن جوان دانم که چیست. نرگس یعنی نارسیسوس، که نارسیسیز یعنی خودشیفتگی، عاشق خود شدن. این عاشق خودش شد و یه دختری عاشق او بود، نفرین کرد چون به عشق او پاسخ نگفت. اون دختر اسمش حاتفه، بانوی کوه در ادبیاتش میگن، بانوی کوه که حرف میزن ولی دیده نمیشه. اون به علت این که به نفرین او گرفتار شد، عاشق خودش شد در جوی آب، در برکه آب، و نتونست به خودش دسترسی پیدا کنه. هرچی دست میزد به آب پاچ بگیره، آب به هم میخورد و فضای او رو تیره میکرد، تا اینکه بالاخره مرد. و نرگسش کردن، زیر خاکش نکردن، گلش کردن و گل نرگس از اونجا به وجود آمد. قصه نرگس که شد مخمور چشم مستخیش، قصه حاتف ز عشق آن جوان دانم که چیست. آنچرا آموخت حافظ از خط زیبای یار، حافظ گفت یاد بگیرین از خط زیبای یار که دور صورتشه، چیز یاد بگیرین. چی یاد بگیرین؟ دور یار گشتن، دور زیبایی بگردین، از این خط یه چیزی یاد بگیرین. و اون است که دور زیبایی بگردین همه عمرتون، هفت دور، نه مثل حاجی ها که هفت دور میگردن بعد میگردن، همه عمر بگردین. که آنچرا آموخت حافظ از خط زیبایی یار، وان که گفت از جوهر لعل بوتان دانم که چیست. هفت خطم گرچه خطی می نخوانم غیر عشق. هفت خط به کسانی می گفتن که یا هفت جور خط می نوشتن، یه اصطلاحش اون بوده. با یک از خطاتان در یک فرودگاهی بودیم، اون از در لباس روحانی بود، اون مرد بزرگوار از خطاتان معروفه، جناب حبیب الله فضائلی، قرآن ها نوشته، کتیبه ها نوشته، از زنار بندان معبد زیباییه. نشسته بودیم، یک جوانی هم به استخفاف فکر میکرد که ایشون چیه، نگاهی به من میکرد که چطور ما با هم از کجا دوست شدیم و چی داریم با هم میگیم و اینها. من متوجه شدم به نکته رو، به فراست گفتم آقا رو دست کم نگیری، ایشون هفت خطه. بعد خندید و گفتش یعنی چی؟ گفتم ایشون هفت جور خط رو در کمال زیبایی می‌نویسه، خط سلس و نستعلیق و رقا و شکسته و همه خطوط رو کامل می‌نویسه. این یه هفت خطه. یه هفت خط دیگه کسانی بودن که چون کسانی که وارد مجالس ارشاد که رندان شرابخوار می‌شدن، حالا در هر معنی عرفانی و در معنی ظاهری، اینا ساقی می‌شناخت اینا رو، یک جام مدرجی داشت که برای هر کسی به اندازه ظرفیتش می‌ریخت. بعضی تو خط اول می‌خوردن، بعضی تو خط دوم سوم، اونایی که پر می‌کرد برشون خط هفتم، اونا می‌گفتن هفت خطه آقا، هفت خط. حالا اینجا اشاره کردم در آخر که هفت خطم گرچه خطی می نخوانم غیر عشق، خط زیبا و جمال شاهدان دانم که چیست. گرچه طفلم در طریق عشق و ابجد خان علم، مبدع و پایان کار عارفان دانم که چیست. طفل عشقا دعوی باطل مکن خاموش باش، من سکوت طفل عشق بی زبان دانم که چیست. مثلا
خدمتتون عرض کنم که مادر طبع شعر دارن. ایشون در روزگاری که دختران کمتر رفت بود که مدرسه برن، در مدرسه فرانکو فرسان درس خونده بودن و علاوه بر اون در مکتب مرحوم پدر 40 سال یار و عرشبت که همکار بودن. حالا میخوام از ایشون، حالا که تشوردن بالا، خواهش کنم که یه غزلی در آستان حضرت رضا در بله نه همون و حضرت رضا رو میخوام که تبرکی باشه حضرت رضا رو از دلیت بکنیم. در حرم حضرت رضا در مسجد زنانه اونجا صحبت کردم. خدمت خانمه ها و آقایون معذرت میخوام و تشکر میکنم خداوند فرزندی مثل حسین آقا با این مایه افتخار جاوه است. این مایه افتخار خودمه، خدا انشالله حفظشو کنیم. به سوی روضه رضوان روان شدم شب دوش، میم ز ساقی وحدت بسید و کردم نوش. عجب حریم و رواقی چه روضه جنت، به بوی مشک و ختن در حرم شدم مدهوش. دلم به یاد رضا در حریم رضوان بود، هزار حیف که صد شب نگشت این شب دوش. یکی به ناله به دربار شه به از دنیا، یکی ز گریه و زاری همی برفت از توش. یکی به پای ذریحش چه توخ برگردن، به بسته بند و فغان قریبیش در گوش. ز ترک و هندی و افغانی و عرب به تواف، به هر دعا به صد آمینشون به بانگ سروش. شبی گذشت تا صبح با دل بیدار، نشست سجده در آن حریم.